سخن هفته. لطفاً به چینل ما مشترک شوید. دوست عزیز، سلام عرض میکنم. نام من نور احمد خالدی است. در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع تازه صحبت کنیم که معمولاً ما افغان‌ها در اون مورد صحبت نمیکنیم، و این موضوع میزان قرضداری دولت امریکا است. دولت امریکا در هفته گذشته به حد قانونی میاره که میتونه قرض بگیره بر پرداخت مصارف خود بر این رسید. این مقدار توسط کنگرس در امریکا به 31.4 تریلیون دلار تعیین شده بود، و این مقدار دیروز هفته گذشته واصل شد، و وزیر خزانه داری امریکا به کنگرس مکتوب نوشته کرد و از هشدار داد که اگر کنگرس میزان حدود قرض گرفتن امریکا را بالا نبره، امریکا قادر نیست که بعضی از مسئولیت ها و مکلفت های تادیاتی خود انجام بده و تادیه نمکنه. به طور مثال نمیتونه به خدمات سوشال سیکوریتی را بپردازه، نمیتونه بعضی دیگه خدمات را که قرار است عرضه کنن، حتی معاشای مامورین را شاید نتونه پرداخت کنه، و یا ایست که در مقابل سرمایه گذارایی که به امریکا قرض دادن، که اشخاص انفرادی، شرکت ها در داخل امریکا و یا کشورهای خارجی که اسناد بهادار خزانه داری امریکا را خریداری کردن، یعنی باند های امریکایی را خریداری کردن، باند های خزانه داری را خریداری کردن، او را در مقابلش تکتانی این باند ها را، و یا اگر موعد اصلش به سر رسیده، میادش به سر رسیده، اصل این قرضا را نمیتونه دوباره پرداخت کنه امریکا. یعنی امریکا دیفالت میکنه یا ورشکسته میشه. خب اثرات از این چی خواهد بود؟ دو کشور در جهان میزان قانونی قرضداری دارن یا قرض گرفتن. یکی دنمارک است و یکی امریکا است. دنمارک حد قرضداری خود یک بالا تعیین کرده که رسیدن به او بسیار غیر ممکن است، یعنی خود بیغم کرده، گفته من به حد بالای میتونم قرض، دولتش میتونه قرض بگیره. در امریکا این حد به صورت متداوم تغییر میخوره. آخرین باری که در تغییر یافت در چند سال قبل بود که به 31.4 تریلیون دلار تعیین شده، یعنی هر تریلیون دلار معادل 1000 میلیارد دلار است، یعنی پول هنگفت است. 120% اقتصاد امریکا است، یعنی میزان قرضداری دولت امریکا 120% اقتصاد کشور است. اگر این قرضداری توسط دیگه کشورها انجام شود، این کشورها فوراً ورشکست میشن و با افلاس مواجه میشن. اما در امریکا اینطور نیست. چرا نیست؟ برای اینکه امریکا انفلاسیونی را که ناشی میشه از قرضداری زیاد به خارج صادر میکنه. یعنی قرضداری زیاد به چی معناست؟ بفهمیم که معنیش چیست. معنیش چیست که امریکا برای پرداخت مصارف خود پول چاپ میکنه، و این پول چاپ میکنه، توزیع میکنه، و یا ایست که قرضه میگیره. قرضه به این معنی است که باندهای خزانه داری و وزارت مالیه را مردم میخرن.
وزارت مالیه، وزارت خزانه داری بان چاپ میکنه، مثلا ارزش 1,000,000,000 بوند نشر میکنه. این کشورها اول در خود امریکا فروخته میشن، کشور اشخاص انفرادی، شرکت ها، حکومت های محلی بوند ها رو میخرن، چون این بوند ها ارزش داره. مثلا شما 10,000 ارزش $10,000 بوند میخرین، میگین که من ایل 10 سالش میخرم، یعنی میاد از 10 سال است باز پرداختش، یا 20 سال است یا 30 سال است میخرید، و تکتانی از این مثلا 2% است یا 3% است. شما در این مدت 10 ساله که میاد از این منظم دولت امریکا بر شما 2% تکتانی که هست این پرداخته میره، آیدی است که بر شما میره، و یک آیدی بسیار سیف و چیزی است، مورد اعتماد است، برای اینکه مردم اعتماد دارن که هیچ وقت حکومت امریکا ورشکسته نمیشه، بنابراین این سرمایه‌گذاریشون سرمایه‌گذاری قابل چیز است، اعتماد است. اگرچه تکتانی شاید کم باشه، اما مطمئن است که هرگز این پول خود از دست نمیدن. همچنان کشورهای خارجی ای اسناد باند میخرن. در امریکا 3/4 اسناد باند که صادر میشه از طریق وزارت خزانه داری در داخل امریکا فروخته میشه، و 1/4 از او را کشورهای خارجی میخرن. مثلا سعودی وقتی که از عواید نفتی خود باند امریکایی میخره، همچنان یک مقدار از این، البته همچنان کشورهای بزرگی که میخرن باند امریکایی ژاپن است به درجه اول، و چین است، روسیه است، و کشورهای دیگه کشورها، حتی کشورهای اروپایی میخرن این باند را، و از مدرک این باند ها به صورت منظم آید به خزانه کشورها صادر میشه. 2% انترست، مثلا 3% انترست به صورت باندهای 10 ساله، 30 ساله مربوط به میاد سرق این برشان صادر میشه، سرازیر میشه به حسابشان. و از طرف دیگه گفتیم که وقتی که امریکا با ضرورت به پول باشه این چاپ میکنه، چون دولت امریکا در سال 1972 وقت ریچارد نیکسون در قدرت بود، رابطی دلار امریکایی با طلا قطع کرد، یعنی دیگه دلار امریکایی با طلا وابستگی نداره. برعکس با عربستان سعودی یک توافقنامه امضا کرد که گفت، عربستان سعودی گفت که در بدل کمکایی که ما بر شما در قسمت امنیت عربستان سعودی میکنم، شما تعهد کنین هر وقت پترولتان میفروشین، نفتتان میفروشین، اینو به دلار امریکایی بفروشین. حالا هر کسی که از سعودی نفت میخره ای به دلار امریکایی معامله میشه ای خرید، و با تأثیر از ای که عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است، تمام نفت اوپک یا کشورهای تولید کننده نفت ای نفت به دلار امریکایی میفروشن. از همین اساس است که سال 1973 به این طرف دلار امریکایی باعث سیر یا ارز یا کرنسی ریزرف یا در جهان شناخته شده، و تمام معاملات تجارتی بین المللی با دلار امریکایی انجام میشه، و این موقف انحصاری دلار امریکایی در جهان به اقتصاد امریکا، به دولت امریکا قدرت بسیار زیادی داده، و قدرتی که تمام سیستم پولی جهانی را و سیستم بانکی را یا اداره میکنه، و هر وقت دلشان خواسته باش و این کشورهایی که عاید میکنن اکثرا عواید خود به دلار امریکایی ذخیره میکنن در بانکهای خارجی. این بانکهای خارجی چی بانکهای سوئیس باشه، چی بانکهای امریکایی باشه و دیگه یا انگلیسی باشه، این به دلار امریکایی در این بانکها ذخیره میشه اکثرا عواید کشورها. و امریکایی‌ها با استفاده از این موقف خود هر وقت خواسته باشن کشور را سزاوتن، جذابتن، سرمایه های، دارایی های این کشورها را در بانک های امریکایی و اروپایی است منجمد میکنن،
یا از گردش باز میدارن و کشورها نمیتونن به او سرمایه خود دسترسی پیدا کنن. مثال تازهش همین در حدود 9 میلیارد دلار سرمایه های در افغانستان بانک است که در امریکا این را فریز کردن. به این سبب امریکایی ها اعتماد را که در افغانستان بانک بالای بانک ها امریکایی کرده بود، بالای دولت امریکا کرده بود، نقض کرد. پول هایی که مربوط به افغانستان بانک است، مربوط به افغانستان است، این را فریز کرد یا منجمد ساخت در بانک های خود. همچنان ما دیدیم که وقت ایران زیر فشار اسرائیل، امریکایی ها تمام دارایی های ایران که از مدرک نفت، عایدات نفتش در بانک‌های آمریکایی ذخیره کرده بود، در بانک‌های اروپایی ذخیره کرده بود، منجمد ساخت. به تازگی دیدیم که بعد از شروع جنگ اوکراین تمام دارایی‌های روسیه در بانک‌های اروپایی و آمریکایی منجمد شده. در حقیقت آمریکا قادر است نظر به موقعیت اختصاصی هژمونی خود، چون دلار در اختیار داره، اداره دلار در اختیار داره، بتونه بالای دیگه کشورها از دلار به این اسلحه استفاده میکنه. هر وقت دلش بخواد میتونه کشورهای مختلفه جزا بده. خب سوالی است که ما چرا دیگه کشورها نمیتونن هر وقت دلشون بخواد پول چاپ کنه و مصارف خواهد بدن و خطر برشون نداشته باشه؟ دلیل عزیز که دیگه کشورها اگر مقدار تولید در جامعه کم میشه و پول چاپ میکنن، پول زیاد سرکولیت میکنن یا در جریان میپردن در بازار، ارزش پول کم میشه در مقابل امتع. وقتی که پول زیاد باشد اما امتع کم باشه، ارزش پول پایان میفته، قیمت ها بالا میره. این می حرکت قیمت ها را با بالا رفتن انفلاسیون میگن. یعنی از یک سال تا سال دیگه این ارزش قیمت ها 2% یا 3% یا 4% بالا میره. این می حرکت بالا رفتن قیمت ها را انفلاسیون میگن. در افغانستان بعد از یک طالبا به قدرت رسیدن، انفلاسیون یا تورم پولی در حدود 17% است. اما در قسمت های مثلا مواد غذایی این تورم پولی به 27% بالا رفته. در پاکستان وضع فعلا خراب است. دولت پاکستان نمیتونه، قادر نیست قروض خود پرداخت کنه و برای از اینکه نمیتونه قروض خود پرداخت کنه، مجبور است که از کشورهای خارجی از قرض بگیره. در گذشته وقتی امریکایی‌ها قرض نمیدادن بر پاکستان، پاکستان از چین قرض میگرفت. با تازگی حتی چین حاضر نیست به امریکا دیگه به پاکستان قرض بده و مجبور به اینترنشنال مانیتری فند یا صندوق وحشی بین المللی مراجعه کرد و او شرایط را بالای پاکستان قرار داده که با این شرایط من میتونم بر تو پول قرض بدم. اگر پول قرض نده، پاکستان نمیتونه تکتانه هایی را که از قرضهای گذشتهش به سر رسیده بپردازه یا اصل پولایی را که موادش رسیده قروض بپردازه. بنابراین پاکستان به دیفالت میره یا ورشکسته میشه اقتصادش. سریلانکا را به تازگی دیدیم که انفلاسیون به حد بالا رفت و همچنان مقدار قروض دولت سریلانکا به اندازه بالا رفت در مقابل ذخایر پولی و عایدات سریلانکا که دولت تنها با مداخله صندوق مالی بین المللی تانست اقتصاد خود مستقر نگاه کنه. خب سوالی است که چرا دیگه کشورها به این خطر مواجه میشن؟ البته یک مثال دیگه هم یونان است که چند سال قبل، یک 10 سال قبل به میالت واقع شده بود، در این موقف قرار گرفته بود که نمیتونست قروض خود پرداخت کنه. آل امریکا به این موجه شده که نمیتونه قروض خود خطر زیوجه داره که پرداخت کنه، چون امریکا یک وانه رای ازی که قروض خود
پرداخت میکنه، اما ایست که پول چاپ میکنه و ای تازه وزیر خزانه داری امریکا از کنگرس خواسته که به او اجازه بدن که زیادتر پول چاپ کنه. خب اگر دیگه کشورها پول چاپ میکنن، ما دیدیم که اینفلاسیون سبب تورم قیمت ها میشه، بالا رفتن قیمت ها میشه و ای برای اقتصاد سو خطرناک است، برای اینکه مردم دیگه قدرت خرید مردم سو پایین میفته، عواید مردم بالا نمیره اما قیمت ها بالا میره، این سبب نزول اقتصاد میشه. خب چرا در امریکا این واقع نمیشه؟ در امریکا در این 30-40 سال گذشته مردم امریکا با بسیار راحتی زندگی میکنند. قیمت ها بسیار پایین بود، قیمت نفت پایین بود، قیمت کرای خانه پایین بود، قیمت مواد تزاقی پایین بود، اجناسی که میخریدن از چین و کشورها میمد با بسیار قیمت ارزان خریداری میشون، چون دلار امریکایی بلند است. و اما به تازگی دیگه که 2 سال میشه که قیمت ها در امریکا بالا رفته، قیمت نفت بالا رفته، بخصوص بعد از شروع جنگ اوکراین قیمت ها بالا رفته در امریکا در 1 سال گذشته، که مردم امریکا احساس خطر میکنن از اینکه میزان عواید حقیقیشان پایین آمده. خب گفتیم چرا دیگه کشورها نمیتونن پول چاپ کنن و امریکا میتونه؟ برای اینکه دیگر کشورها اگر پول چاپ میکنن قیمت ها گفتیم انفلاسیون بالا میره. و در امریکا چرا بالا میره؟ برای اینکه امریکا نظر به موقف انحصاری خود در تجارت دنیا، در موقف انحصاری خود در مورد در بدست داشتن دلار که ریزرف کرنسی یا سیر یا ارز ذخیری در دنیا است و تمام تجارت دنیا بر اساس دلار میچرخه، امریکا قادر است انفلاسیون خود را به دیگر کشورها صادر کند و تأثیرات زیادی در امریکا کم کند. این انفلاسیون خود چگونه صادر میکند؟ انفلاسیون را میبینیم که امیال دلار امریکایی بسیار قیمتش بالاست، در مقابل پوند بالا رفته، در مقابل یورو بالا رفته، در مقابل کلدار پاکستانی فوق‌العاده بالا رفته، در مقابل ریال ایرانی بالا رفته، در مقابل روپی هندی بالا رفته، در حالی که اقتصاد امریکا اقتصاد خوبی در این وقتا نیست، اما قیمت دلار بالا رفته برای اینکه تقاضا به دلار موجود است در سطح جهانی. تمام کشورهایی که همین نام ها گرفته می کشورها به دلار امریکایی ضرورت دارن تا معاملات خواهد انجام دادن. و بخصوصی که امریکا در بخاطر ای که انفلاسیون در امریکا کنترل کنه، سطح تورم قیمت ها کنه، نرخ پول بالا برده، نرخ قرض گرفتن بالا برده. نرخ قرض گرفتن که بالا میبره، با مو اندازه مورگج قیمت تر شده میره، قرضی که با موتر میگیرین قیمتش بالا میره، قرضی که بر خانه میگیرین بالا میره و همچنان پول را قرض میکنین برای دیگه چیزای تجارتی، این قیمتش بالا میره. وقتی قیمت ها بالا رفت، اینال در امریکا عرض کردم که قیمت دلار هم بالا رفته، ارزش در مقابل اسعار خارجی. وقتی در مقابل اسعار خارجی بالا بود، مثلا مردم از چین جنس میخرن با میلیاردها دلار، ایره به دلار امریکایی میخرن، تقاضا به دلار امریکایی زیاد میباشه و این کشورها مثلا هندوستان، پاکستان، ویتنام، فلیپین، این کشورها، تایلند، این کشورها چون مجبور هستن اجناس به دلار امریکایی بخرن، پول محلی خودشان تنظیم میکنه، قیمت دلار بالا میره و بلند رفتن قیمت دلار سبب از این مال میشه که امریکا قادر است اجناس از دیگه دنیا ارزان تر بخره، اما اجناس میخره اما 1 دلار امریکایی ارزشش بالاتر از سال گذشته است، بنابراین بیشتر میتونه بخره.
با این عمل، با خریدن بیشتر، با قادر شدن به یک خریدن بیشتر میکنه، این نمی اینفلاسیون خود به خارج صادر میکنه. اقتصاد آمریکا اقتصاد وارداتی است، بیشتر از یک صادر میکنه وارد میکنه. وقتی قیمت دلار بالاست و واردات میکنه، مثلا 600 میلیارد دلار 600 واردات آمریکا هست در سال، ای با بالا شدن قیمت دلار جنس ارزان میخره. وقتی که جنس ارزان در آمریکا آمد، ای سبب میشه که اونم انفلاسیون کنترل کنه در آمریکا، ولی انفلاسیون در کشورها بالا میبره. اینو میگن که صادر کردن انفلاسیون. دیگه را قادر نیست، اما امریکا قادر است نظر به موقف انحصاری دلار و موقف انحصاری امریکا در تجارت بین المللی و در سیستم بانکی و پولی بین المللی. و امریکا از این موقف خود، قسمی که قبلا عرض کردم، برای تأثیر بالای دیگه کشورها استفاده میکنه. اگر نام امپریالیسم به خاطر داشته باشیم، در سالهای 60 و 70 و 80 این اسم بسیار از اصطلاح امپریالیسم صحبت میشد در جهان. در حقیقت امپریالیسم امی تجسم از او، تبارز از او، این امی حالتی است که ما فیلم میبینیم که امریکا قادر است اقتصاد دیگه کشورها را کنترل کنه و هر وقت خواسته باشه بالای دیگه کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ پولی اثر کنه، صدمه بزنه دیگه کشورها، رقبای خود از میدان بیرون کنه. به تازگی با جنگ اوکراین ما دیدیم که امریکایی‌ها قادر شد اروپایی ها را مجبور بسازه از خرید نفت و گاز و مواد معدنی ارزان قیمت روسیه خودداری کنن، ولی نفت و گاز بسیار قیمت امریکایی را، گاز مایی را از امریکا بخرن که چندین برابر گرانتر است. این سبب ضعف صنایع اروپایی، حتی بسته شدن دروازه های فابریکا در اروپا میشه و در فابریکا مجبور است به امریکا انتقال کنند و در اونجا تولید کنند. این امپریالیسم در حقیقت انعکاسش همین چیز است. بنابراین بسیاری از کشورهای روبانکشاف در جهان میخواین از این حالت جلوگیری کنند. یکی از راه‌های جلوگیری از این که وابستگی خود به اقتصاد امریکا، به سیستم پولی امریکایی کم کنه. به می خاطر است که اخیراً با حوزه‌های که امریکا شاید ورشکست شد و اقتصادش، باندهای امریکایی رو کشورهای مختلف فروخته میره. ما قبلا عرض کردم که یک چهارم مقدار قرضداری امریکا، مثلا قرضداری امریکا رو گفتم که 31.4 تریلیون دلار است. 31.4 هزار بیلیون دلار به دیگه حساب. از این 1/3 در خود امریکا خریداری شده، 1/4 از دیگه کشورهای مختلف دنیا خریدن و اشخاص مختلف انفرادی در دنیا خریدن، شرکت ها خریدن. و بیشترین از این باندها امریکایی را ژاپن، چین، روسیه، عربستان سعودی کشورها می خرن. وقتی عاید اضافه دارن این کشورها، یا عاید خودم می خواهن به یک جای سرمایه گذاری کنن، یک جایی که سیف باشه، محفوظ باشه، خطر از رفتن و بانکرپسی یا افلاس موجود نباشه، اونجا سرمایه گذاری کنن. و به این خاطر خریداری اسناد بهادار خزانه داری امریکا یک جای، یک سرمایه‌گذاری محفوظ و سیف و بی خطر پنداشته میشه، طالب پنداشته میشه. ولی اگر امریکا افلاس کنه، بعد از این سیف نیست. بله، عرض کردم که 1/4 سر باندهای امریکایی را کشورهای خارجی می خریدن و بخصوص ژاپن
چین، عربستان سعودی، از روسیه، از کشورهایی هستند که بیشترین بنده آمریکایی خریدن. و این کشورها در بیتازگی با مواجه شدن با دو موضوع. یکی که آمریکا از پول خود، از موقف اقتصادی خود به ایسه اسلحه استفاده میکنه در وار خطا شدن بگیم، یا متوجه خطر از دست رفتن دارایی خود دارن، و از طرف دیگر امریکا با رسیدن به سطح قرضداری خود، اگر این میزان بالا نره، اگر دیگر نتونه پول تهیه کنه، یه افلاس امریکا هم عملی خود شد و این کشورها شاید نتونن دیگه از سرمایه‌گذاری که در بانک‌های آمریکایی کردن پول حاصل کنن یا عاید حاصل کنن بیشتر. به این خاطر این با میلیاردها دلار، ارزش میلیاردها دلار بوندهای آمریکایی را میفروشن، هم چینایی ها، هم ژاپنی ها، هم روس ها، وابستگی خود به آمریکا کم می کنن. در این زمان بسیاری از کشورهای جهان سوم مثل مصر، ترکیه، برزیل و دیگر کشورها، آرژانتینیا، کوشش میکنن وابستگی خود به اقتصاد امریکا، به سیستم پولی و مالی امریکا کم کنن. سازمان کشورهای بریکس که شامل 5 کشور است، یعنی برزیل، روسیه، ایندیا، هند، چین و آفریقای جنوبی، بریکس، حرف اول نامی هر کشور تعیین شده یا نامگذاری شده، بریکس، این کشورها در حالت توسعه است. بسیاری کشورها میخواهند به این سازمان بپیوند و سازمان بریکس یا اتحادیه بریکس از خود میخواهد یک واحد پولی مشترک ایجاد کنه که در معاملات تجارتی از این واحد پولی استفاده شود. همچنین یک سیستم انتقالات پولی را ایجاد کنند که وابسته به امریکا نباشه، یعنی اقتصاد خود در مقابل اقتصاد امریکا چیز میکنند، حفاظت کنند. در مقای خب ما عرض کردم وقت امپریالیزم اسمش آن بود، سیر بازیم شاید مفهومش نمیفهمید، ولی امروز ما این عملا در چی میبینم، میبینیم که امپریالیزم چه قسم عمل میکنه، چه قسم کشورهای دیگر را به خطر مواجه میکنه و چه قسم هژمونی خود، حاکمیت خود بالای کشورهای دیگر تأمین میکنه. برای اینکه کشورها محفوظ بمانند از خطر امی هژمونی آمریکایی، این کشورها میخواهند معاملات خود در مقابل در تجارت جهانی کمتر با دلار آمریکایی انجام بدن و کمتر از بانک‌های آمریکایی استفاده کنند، ذخایر پولی خود در بانک‌های آمریکایی ذخیره نکنند، مازاد پول و این در دیگر بانک‌های دیگر کشورها استفاده کنند. به این حساب یک گرایش وجود داره که اقتصاد جهان و سیاست جهان از حالت یک قطبی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد شده بود که او در رهبری امریکا قرار داشت، به طرف چند قطبی بره، یعنی یک قطب امریکاست، یک قطب هم کشورهای مثل روسیه و چین است، و قطب سوم است کشورهای روبانکشاف است که یا نظر به منافع خود با این دو قطب میتونن معامله کنن و با افزایش قدرت بریکس بسیاری کشورها میخواهند شامل ازی شوند. 17 کشور میخواهند شامل ازی باشه، از جمله عربستان سعودی، ترکیه، ایران، ارجنتین، مکسیکو، این کشورهایی است که عاجل میخواهند شامل این سازمان شوند و استفاده کنند از موقعیت جهانی از اتحادیه اقتصادی. ای اتحادی نظامی نیست، اتحادی اقتصادی مالی سیاسی است که میخواهند در معاملات تجارتی بین المللی وابستگی به دلار آمریکایی و وابستگی به سیستم انتقالات پولی بانکی آمریکایی کم باشه. خب امیدوار هستم معلوماتی که ارائه شد طرف استفاده دوستا قرار بگیره.
تشکر. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.